به نام خداوند یکتا سلام و وقتتان بخیر. با آخر خط خوش آمدید. شرط روسیه برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی خواستها همچنان تشکیل دولت فراگیر است. آیا حکومت سرپرست اقدام عملی خواهد کرد؟ به دنبال طولانی شدن انزوای جهانی حکومت سرپرست افغانستان، زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته مسکو زمان حکومت طالبان را به رسمیت میشناسد که از همه اقوام و جریانهای سیاسی افغانستان حکومت تشکیل دهد. او در گفتگوی با رشاد توده تأکید کرده که جامعه جهانی برای تعامل با امارت اسلامی یک سلسله خواستها را مطرح کرده که اگر طالبان می خواهند به قدرت بمانند باید اقدامهای ملموس را در این زمینه انجام دهد. کابلوف در حال به این خواستها تأکید کرده که پیش از این سرپرست وزارت خارجه خوشبینی کرده بود که امارت اسلامی برای تعامل رسمی با جهان نزدیک شده بود. تأکید کرده بود که هیچگاهی حکومت جدید افغانستان به میل جهان اقدام نمی کند. اما چرا هنوز که نزدیک به 6 ماه از حاکمیت امارت اسلامی بر افغانستان می گذرد دروازه تعامل رسمی کابل با جهان باز نشده؟ امارت اسلامی چقدر مجبور به اجرای کردن خواستهای جهانی است؟ آیا امارت اسلامی با جریانهای سیاسی دیگر تن به تشکیل دولت فراگیر خواهد داد؟ و در نهایت اگر امارت اسلامی به خواستهای جهان تن ندهد، رویارویی کابل با جامعه جهانی تا چه زمانی دوام خواهد کرد؟ اینها و بیشتر از این را در این برنامه از مهمانانم میپرسم. مهمانان من در این برنامه آقایان محمد عمر نهضت رئیس حزب آما، آقای نورالله حضرتی آگاه مسائل سیاسی اینجا در استودیو، و همینطور هم آقای دکتر نصر احمد حیدرزی آگاه روابط بین الملل از استرالیا روی خط اسکایپ در برنامه با ما وصل هستند. کرسه مهمان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. اگر اجازه بدین با آقای حیدرزی برنامه را شروع بکنیم. آقای حیدرزی سلام بر شما، خیلی تشکر از اینکه در بحث با ما هستین. همه کشورها به تشکیل دولت فراگیر با حضور همه جریان‌های سیاسی و قومی ظاهرا توافق دارند. امارت اسلامی جز تن دادن به این خواست ها چاره دیگر فکر میکنین داشته باشه؟ عرض سلام خدمت شما و مهمانان محترم در استودیو و همچنان برای تمام بینندگان و شنوندگان برنامه شما. تشکر. خب در ارتباط به این که آیا گزینه دیگه برای از این که بدون از این که در تعامل با جهانیان حکومت فعلی افغانستان وارد شود چاره دیگه وجود داره یا خیر؟ فکر کنم که ما در یک دهکده جهانی زندگی میکنیم و تعامل در مجموعه که به نام جامعه جهانی یاد میشه لازمه تداوم حیات بر یک کشور به عنوان شخصیت حقوقی در سطح بین الملل مطرح است. ما فکر میکنم که این یک نیاز دو جانبه هست. همچنان حکومت فعلی افغانستان امارت اسلامی نیاز به شناخت به عنوان حکومت مشروع را داره و در عین زمان جهانیان در تلاش دریافت یا ایجاد زمینه سازی برای یک شریک ملی در افغانستان هست که معمولا از آدرس حکومت اراده مملکت به نمایندگی یا به حساب به نمایندگی کشیده شود. بنان به نظر ما مشخصا جز تعامل، جز از این که بتانیم مطالبات همدیگر با توجه به واقعیت های عینی که در جامعه فعلی در افغانستان به وقوع پیوسته و پیامدهای این موقفگیری ها هم از آدرس کشورهای جهانی و همچنان هم از آدرس حکومت فعلی افغانستان، بله، امارت اسلامی افغانستان اصلا نظام آینده را چگونه تعریف میکنند. اگر در یک جمله بسیار مختصر امی تشویش ها را بتانم بیان بکنم، ای است که من فکر میکنم که بیشتر از جهان خود امارت اسلامی نیاز به این داره که برای مردم، برای اینکه مشروعیت داخلی را به دست بیاره، نوع نظام خود به تشریح بکشه. فکر کنم که در صحبت‌های گذشته هم که ما داشتیم همیشه روی ازی صحبت کردیم که هنوز زود است، هنوز نهادها فعال نیست به گونه ای که من فکر میکنم که آرام آرام ما و شما به طرف نرمالایزیشن یا به طرف به سمت سوی روان هستیم که کشور
داره همو ثبات نسبی خود را میتونه به دست بیاره یا در حال به دست آوردن هست. فکر کنم که نهادهای دیپلماتیک در این زمان، نهادهای دیگه که در داخل افغانستان فعال است، اونا روی از این کار بکنن تا تشویش های بین المللی را از ریشه هم شناسایی بکنن و هم در اقدام به گونه مثال. یکی از مثالهایی که همیشه مطرح میشه یه است که جهانیان و کشورهای جهان در اخیر صحبتهایی که کابلوف از آدرس کشور فدراتیو روسیه مطرح کرده ای است که حکومت فعلی افغانستان همه شمول نیست و بحث از اونا بیشتر روی تفسیر غایوی اصطلاحی که خیلی کلیشه‌ای شده در افغانستان، حکومت همه شمول یک تعریف و یک تفسیر جداگانه اونا دارن. با اصطلاح از اونا میگن که ما به اساس ارزش‌های چند حزبی در ساختار حکومت، ما نیاز از این را داریم که احزاب مختلف، مردم با افکار و سوژه های مختلف و با ایدئولوژی های مختلف بتانن بیاین مشارکت بکنن و یک حکومت را بسازن و به عنوان چک و بلنس یک چیزی است که تعادل قوا را مطرح میکنه، تعادل چگونگی عمل کرد نهادها را در داخل حکومت میتونه مورد نگرانی داشته باشه، مورد نظر از تحت نظر خود داشته باشه. اونا بیشتر بر روی ارزش های لیبرال و بیشتر روی ساختار نظام چند حزبی تاکید دارن، در حالی که برداشته که در داخل افغانستان از طرف حکومت امارات اسلامی صورت گرفته بیشتر تفسیر لفظی هست که اونا بیشتر امی که میگن که حکومت همه شمول باشه از اقوام مختلف باشه، در حالی که یک فاکتور دیج از نظر انداخته شده، او فاکتور بیشتر گرایش های ایدئولوژیک است و حکومت افغانستان نتونسته اینمی تشویش جهانیان حل بکنه. درست. و بیشتر ولی چقدر خب حالا با توجه به موارد آقای حیدرزاده چقدر نیاز جدی میبینین و چقدر مجبور میبینین امارات اسلامی را که خب به هر حال اینمی مسئله را باید بپذیره؟ من فکر میکنم که در صحبت هایی که خود مقامات امارات اسلامی مطرح کردن، قطع نظر از اینکه چقدر فشار روی از اینا وارد است، به عنوان یک رسالت ایره پذیرفتن. ما صحبت های اخیر وزیر خارجه امارات اسلامی را ما گوش کردم، صحبت هایی که در کنفرانس اسلو داشتن او را گوش کردم و صحبت های متعددی که بیشتر منعکس کننده موقف رسمی امارات اسلامی است، بیشتر امیدوار کننده است. به این معنا که اونا درک کردن نگرانی های بین المللی را و در عین زمان این را میپذیرن که در یک شرایط گذار قرار دارن. همون رقمی که از نام حکومتشان که حکومت سرپرست است معلوم هست، اینا در حال ازی هستند، در حال رایزنی شاید بوده باشند که تا روی چگونگی نظام بعدی صحبت کنند و فکر کنم که ما در حال تلف وقت هستیم. میتونیم حداقل با زمینه سازی برای نگرانی هایی که اونا دارن، مثلا حاکمیت قانون است، تامین حقوق بشر است، این چیزایی نیست که با معارف اسلامی ما در تقابل و در تناقض باشن. میتونیم با استناد به معارف اسلامی ما بحث حقوق بشر مثلا مطرح بکنیم و تشویش های کشورهای جهان بتونیم از این ناحیه مرفوع بسازیم. تشکر میکنم، اجازه بدین برمیگردیم. آقای نهضت، آیا آنچه آقای کابلوف گفته که باید طالبان یک حکومت فراگیر قومی و سیاسی را به اصطلاح در افغانستان تشکیل بده، او زمان روسیه تصمیم خود گرفت که حکومت جدید افغانستان را به رسمیت بشناسه، چقدر نیاز جدی است؟ گذشته از اینکه خواستهای کشورهای بیرونی چون این چیزی بوده، در داخل افغانستان برای کنترل شگاف‌های اجتماعی. تشکر. به نام خداوند یکتا و هستی ساس، بالای ترام با شما میمونان محترم در بحث، کارمندان بخش تکنیکی تلویزیون. تشکر. هیچ شکی وجود نداره که امارت اسلامی به دو تا مشروعیت نیاز دارد، مشروعیت ملی و مشروعیت بین‌المللی. هر دو مشروعیت باید برش برنامه‌ریزی شود که چگونه میتونه مشروعیت ملی را به دست بیاره و چگونه میتونه مشروعیت بین‌المللی را. با تأسف باید گفت که 6 ماه گذشت، اینطور برنامه‌ای که بتونه این دو مشروعیت حصول بکنن مدون نساختن امارت اسلامی و این خودش بانجویی هست به کشورهای زیدخل از گذشته دور تا امروز در قضیه افغانستان، کونا در امور داخلی مداخله میکنن.
نوع حکومت، ساختار حکومت، شکل حکومت اونا بر ما دکته میکنن که ساخته شود. چه روسیه، چه امریکا، چه چین، چه پاکستان، چه ایران، اکثر کشورهای زی دخل در قضای افغانستان بازیگرای خرد بزرگ مطرح میکنن و این بانه را بیشتر خود امارت اسلامی دختیار از واقع قرار میده که اونا دستاویز پیدا میکنن چون کار میکنن. اگه اینا واقعا دست به کار میشدن در قدم اول اینا مشروط ملی خود به دست می آوردن، یک نظام مقتدر ملی را ایجاد میکردن، مقتدر ملی اما شمول معنادار ایجاد میکردن، اعضاب هدفدار سیاسی جامعه مدنی در کل مردم افغانستان را یا درون نمی زدن، منابع را به شکل درستش تشخیص میکردن، عادلانه توزیع میکردن به اساس اصل تخصص مشارکتی مشارکت سیاسی، یقینا که کشورها تن میداد و هیچ وقت برای ما دکته نمیکردن که شما این گونه نظام بسازین. خب ولی از نقطه نظر ای که چگونه نظام ها میتونن اطور واقعا تو نقش خود بازی کنن، کلیه واحدهای سیاسی از نظر حقوق بین الملل در چارچوب نظام بین الملل میتونن نقش خود ایفا بکنن. هیچ نظامی نمیتونه خارج از چوکات نظام بین الملل نقش خود ایفا بکنه. بنان کشورهای بیرونی هم برای خود یقم میتن که با توجه به اونمو سلسله اصول و روابط بین الملل یک سر نظریات خود هم داشته باشن که تا با این نظام تعامل بکنن. وقتی کو نظریات در نظر نگره یقینا که در تنش به وجود میاد فی ما بین کشوری که بر رسمیت بشناسه کشور جدید. از این خاطر است که هر دیدگاه خود مطرح میکنه چون بازیگرا متعدد بودن، بنابراین نگاه و ترزید هم متعدد است. خب در قدم اول امارت اسلامی اگر واقعا میخواه که به این بهانه پایان بده، دست به کار شوه، کمبوداتی که وجود داره تکمیل بکنه، واقعا اونم یک قسمت راهی را که رفتین باقی مانده، زیاد راه باقی مانده، یعنی تامین امنیت فیزیکی مردم نه ولی روانی نشده، اقتصادی نشده، سیاسی نشده و اجتماعی نشده، دست به کار شون که تا این بهانه از یک طرفه شود. درست. ولی اگر توجه بکنیم بحث این که جریان های مختلف سیاسی باید در حکومت سهیم باشه، چون این چیز زیرا به دید جامعه جهانی ظاهرا حکومت همشمول دانسته میشه، این که جریان های مختلف سیاسی زیر یک سقف و زیر یک نظام برای افغانستان کار بکنه، فکر نمیکنین در نخست نیاز به مذاکره و صلح داشته باشه؟ چون ما هنوز صلح میان امارت اسلامی و جریان های مخالف اینها قبلا در حکومت بود به وجود نیامدن. خب ما ببینیم اول سری جریان ها، وقتی که ما مسئله جریان مطرح میکنیم، باور من است که امارت اسلامی از تقسیم قدرت هیچ وقت قدرت تقسیم نمیکنه و حزب عمو هم جدا مخالف تقسیم قدرت بر معیار قومیت است. درست. ما استقبال میکنیم از آنچه که امارت اسلامی قدرت تقسیم نمیکنه. تقسیم قدرت در گذشته دور ما تجربه کردیم. درست. تقسیم قدرت که بر اساس معیار قومیت این درد مردم در بون میکنه. پس قدرت توزیع تقسیم نشه. درست. دید ما این است که قدرت باید توزیع شوه. چه قسم توزیع شوه؟ وقتی که ما منابع را تشخیص میکنیم به شکل عادلانه قدرت توزیع کنیم. مثلا می است که خب حالا تنها امارت اسلامی است در رأس و در امارت اسلامی رهبری. اشتباهی می است که از یک طرف تقسیم قدرت ما هم حلال مشکل نمیبینیم که از نظر نقطه نظر قومیت، ولی از نظر دید سیاسی ما است که قدرت توزیع شوه. چه قسم توزیع شوه؟ به اساس اصل مشارکت سیاسی، اصل مشارکت ملی، اصل تخصص با توزیع شوه. این که فرد متخصص بشه، نخبه باشه، امین باشه، بر قوم طرف داشته باشه، این باید توزیع شوه. این میتونه که قابل قبول هم به مردم افغانستان باشه هم به جامعه جهانی باشه. ولی بعضی کشورهای هستن که قدرت هم میخوان تقسیم شوه، یعنی میخوان که ستونهای پنجم دیروز خود از نظامهای ناکام دیروز را پس دوباره وارد صحنه بسازن. شاید اگر دید روسیه هم باشه، دید امریکا هم باشه، دید چین هم باشه، دید کشورهای مغرض همسایه هم باشه که بیرنده ایجا، او به خیر ما نبوده. ما تجربه کردیم نظام های تک قومی هم، نظام های تک ازبی هم، نظام های ایدولوژی که وابسته به غیر هم. بنابراین ولی حالا ایدولوژی که مربوط به خود مردم افغانستان باشه، همین حکومت فکر نمیکنم تک حزبی باشه. بله همین حکومت تک حزبی نیست، مگر مشکل دمی است که قدرت امو شکلی که من بیشتر عرض کردم که قدرت تقسیم نشده و ما میخوایم تقسیم شود بر اساس از قومیت. درست. که طالبا بر اساس از قومیتی مخالف شما هستند ولی توضیح هم نکنید. درست. قدرتی که فعلا وجود دارد اختیار طالبا یک قدرت تک ازبی است، تک تنظیمی است. نیاز به مؤلفه هایی داره این توزیع قدرت. خب بر حالش مثلا انتخابات، این چه کسی برنده میشه، چه گونه باید کسی در رأس و رهبری قرار بگیره، این مسائل فکر نمیکنین در بحث توزیع
قدرت نیاز به یک برنامه بسیار طولانی داشته باشه؟ ما توزیع قدرت قبل از اینکه ایالت به وجود بیاد، ما خواهان تشکیل حکومت موقت شورای بی‌طرف بودیم که طرحش در زمان نظام سابقه مطرح کردیم. با تاسف که با فرارغنی طرح سبوتا شد، طالبان وارد صحنه شدند. حکومت موقت شورای بی‌طرف که دارای 8 گزینه سیاسی و 8 صفحه مطرح کرده بودیم، که گزینه اول اجماع ملی بود، دوم اجماع منطقوی بود، سوم تجلیات در قانون اساسی بود، چهارم اصلاحات در نظام انتخابات، پنجم رفتن به انتخابات و ششم همین قسم. بالاخره سرانجام انتقال قدرت به یک میکانیزمی که انتخابی بوده از این ما مطرح کردیم، سبوتاژ کردنش. و عالیم دید ما است که وقتی که توزیع قدرت میگوییم، حکومت هم شمول به توزیع قدرت قسمی باید باشه که یک مرحله گذاره در حکومت هم شمول ما سپری باید کنیم که تا بستر و اصلاح قانون اساسی یا تصویب دوباره قانون اساسی جدید و دیگه اصلاحات نظام انتخابات و رفتن به انتخابات باشه. یک مرحله گذار کار است. این مرحله گذاره میتونه با تشکیل حکومت هم شمول سرپرست فکر نمیکنه چی باشه؟ نمیتونه بستر سازی کنه. امروز وقتی که قانون اساسی یک گوشه مانده شده، قانون احزاب در حالت اون شکل است، دیگه اصول نامه دیگه شکل هستند. ما نمیفهمیم که ما به اساس چی نظم جامعه را برقرار میکنیم. قانون به خاطر نظم جامعه شکل میگیره، تصویب مصوبه میشه، تصویب میشه. وقتی کلی یا مشکل داره به شکل دیگه، ما کدام طرف اون هستیم؟ این حکومت تا وقتی که مشمول نشه، قدرت به شکل عادلانه توزیع نشه، به هیچ وجه نمیتونیم مرحله گذار به شکل موفقانه ما تنظیم بکنیم و با آخر بریم فرآیندش درست نخواهد بود. خیلی تشکر، ممنون شما آقای حضرتی. همینطور که آقای کوبلوف گفته، آیا ممکن میبینین که آینده افغانستان با مدیریت تنها یک حزب مثل اینکه امارت اسلامی در قدرت هست بره به سوی ثبات اگر همه جریان های سیاسی دیگر نادیده گرفته شود؟ ظاهرا بس حکومت مشمول که مطرح میشه، بس جریان های مختلف با دیدگاه و ایدئولوژی های مختلف است که ساکن در افغانستان هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، خدمت مهمانان عزیز در بث و خدمت تمام کسایی که برنامه را مشاهده میکنند. امیدوار هستم روز و شب همه خوش باشه و در سلامت کامل بسر ببرند. در بث حکومت همشمول چیزی که باید بسیار زیاد مهم باشه و این است که خب اول یک اصطلاح مثل که مهمان برنامه هم گفت پیشتر که اصطلاح کلیشه‌ای شده و از استفاده ابزاری میشه. تعریف واحد نسبت به این اصطلاح وجود نداره که مثلا 1, 2, 3, 4 موردش باشه که یک کسی که تصمیم میگیره بر اساس از او تصمیم بگیره و جهان راضی شه. یک تعریف کنم میخوام مطرح بکنم. جهان اصلا راضی نمیشه. شما هیچ وقت نمیتونین جهان راضی کنین و این مهم نیست. شما بخواین دنیا را راضی کنین. وقتی دنیا راضی میشه، وقتی جهان راضی میشه، وقتی کشورهای همسایه راضی میشه، آمریکا راضی میشه، اروپا راضی میشه و روسیه راضی میشه که منافع آزاد افغانستان تامین شه. تا وقتی که منافع آزاد در افغانستان تامین نشه و مسیر سیاست داخلی و بین المللی حکومت امارت اسلامی به سمتی نره که منافع آزاد را تامین کنه، شما راضی نمیشن. از این خاطر ما فکر نمیکنیم امارت اسلامی مکلفیت داشته باشه که دنیا را راضی کنه. درست. و امکان هم ندارد. تجارب نشان داده که همیشه تا حدی که تانستن کشورهای دنیا یا کشورهای دنیا خو یک گپ بسیار کلان است، همین کشورهایی که در قضیه افغانستان زیر دخل هستند، تا حدی که تانستن در قضیه افغانستان مداخله کردند و افغانستان به عنوان یک ابزار در قسمت رسیدن به اهداف و منافع سیاسی خودشان او را استفاده کردن. افغانستان یک کشور فقیر است، این واقعیت ما قبول داریم. جغرافیش یک جغرافی است که زیاد کمک نمیکنه به اقتصاد افغانستان. از نظر اقتصادی ما اقتصاد داخلی ما قدر خودکفا نیستیم و مسائل قومی، تنوع قومی و نبودن یک اجماع برای از اینکه ما کل ما مثلا یک کتله واحد هستیم یا امت اسلامی هستیم یا ملت افغانستان هستیم، نبودن از این قضایا سبب شده که زمینه را برای نفوذ کشورهای دیگه مساعد بکنه و اقوام مختلف و احزاب مختلف. بیشتر از اینکه ما سر کلش بحث نمیکنیم، بیشتر از اینکه در قسمت منافع مردم کار بکنن، فعالیت بکنن، بیشتر کوشش میکنن که آجندای کشورهای دیگه را در اینجا پیاده بکنن. از این خاطر در مورد همشمول بودن یا مسئله امارت اسلامی باید گفته شود که فعلا امارت اسلامی به قدرت آمده و قدرت هم به زور گرفته و حکومتی که در اینجا به حمایت آمریکا بود، او حکومت هم شکست خورده و آمریکا هم در قضیه افغانستان از نظر سیاسی شکست، از نظر نظامی شکست خورده. اینال طبعا یک جریانی که 20 سال مبارزه کنه، یک جریانی که در این راستا هزارها افرادش در این راستا قربانی شود، طبعا او باید قدرت سیاسی را در اختیار داشته باشه. پس این به این معنی نیست آقای حضرتی، به این معنی نیست که این پیام هم میتوه جریان های مخالفش که اگر شما میخواین قدرت را به دست بگیرین با ما بجنگین. خب اگر میتونن خب میجنگن، فعلا نمیتونن جریان های دیگه که وارد جنگ شدن. در غیر از اگر جریان های دیگه به این باورمند باشن
که از طریق جنگ میتونن خامی حالا آمادگی گرفته رایستن که جنگ بکنن دیگه. شما ببینید جریان های دیگه جنگ از افغانستان هستن بسی هست بسی هست همین دعایی رو مطرح میکنن ولی بسی هست که خب ما نریم به سوی جنگ. خب چرا در قدرت وقتی ما میگیم که شما میگین که تعریف واضحی از حکومت همه شمول وجود نداره چرا میره حکومت تعریف نمیکنه؟ مثلا درست است ما 20 سال جنگ بود مخالفت ها وجود داشت ولی همه از افغانستان هستند و صلح هم خیر است. صلح هم یکی از ویژگی های هر مؤمن است که باید در این راستا قدم بگذاره برازی که توافق شوه و ما همه افغانستان شویم و اون چی میگن امت اسلامی شما میگن نیاز به مذاکره نداریم، نیاز به تفاهم نداریم، نیاز به خودگذری نداریم، نیاز به این نداریم که حداقل همه رو باید قناعت بدیم و دیگر فرصت ندیم به کشورهای دیگری که مغرض هستند و اونا میای صحبت هایی را بیان میکنه که خب به هر حالش به دنبال منافع شخصیشان است. شما ببینید در 20 سال در افغانستان حکومت بود که کل مردم افغانستان راضی شده باشه، اپوزیسیونی که در قدرت نبودن راضی شده باشه، خب نتیجه شما راضی شده باشه نتیجه شکست مردم راضی نمیشدن اصلا مردم راضی. نتیجه شکست حکومت به دلیل مخالفت اپوزیسیون داخلی نبودن، نتیجه شکست کار جهاد و مبارزه افراد امارت اسلامی بوده و مجاهدین امارت اسلامی بوده که نظام شکست خورد. در غیر از اون آقای حضرت بس اپوزیسیون یک چیز بسیار جداست. خب شما ببینید به هر حال کلیت نظام اپوزیسیون قبول داره و به عنوان یک جریان مخالف حکومت کار میکنه، مخالف رویکرد حکومت، نه اینکه مخالف نظام باشه و بس مخالف نظام بوده. شما ببینید نظام از خود تعریف داره، این کلمات از خودش تعریف داره. وقتی که یک نفر میاد مثلا حکومت قبول نداره، حکومت میخواد شکل دیگه ایش باشه یا حکومت ریاستی باشه یا حکومت مثلا به شکل فدرالیسم باشه و این معنی است که با اساسا با نحوه شکل گیری قدرت در مخالفت هستن. من تو میگم که بحث حکومت همه شمول یا بحث مشارکت سیاسی یا بحث مشارکت ملی که گفته میشه یا در حقیقت اونمو اصطلاحات هستن که معنای خود در بین مردم از دست دادن و کدام معنای واضحی نداره. فعلا من یک نقطه میگم. بله هر حکومت وقتی که میاد قدرت نیاز داره که مشروعیت باید داشته باشه، مشروعیت داخلی. درست. سه تا روش برای مشروعیت داخلی وجود داره. بله. یکی از طریق لویه جرگه است ممکن باشه که لویه جرگه برگزار شوه و بزرگای افغانستان در مورد نحوه سیاست و حکومتداری در افغانستان تصمیم بگیرن. مسئله دیگه از طریق سیستم انتخابات نظام دموکراتیک است که پیش بره و مسئله سوم بیعت است که باید از طریق بیعت مردم بیان با حاکمی که تعیین شده بیعت بکنن. در صورتی که بر اساس بیعت اگر امو حاکم قبول شد مشروعیت داره، اگر قبول نشد مشروعیت نداره. اینا هر کدام از این کاربرد خود داره وسیله. مردم ما مردم مسلمان است، نیاز است که نحوه حکومت داری و مشروعیت هم بر اساس اسلام شکل بگیره. پس بهترین راه مشروعیت این مسئله بیعت است که هم امانتی باید که باید بیعت بکنه، باید بیعت بکنه این خب معنا نداره، باید زمینی بیعت مساعد شه. این معنا است در صورتی که یک حاکم اینجا وجود داره و میخواهی مشروعیت پیدا بکنه زمینی بیعت مساعد شه. این مسئله بسیار زیاد مهم است. فعلا امارت اسلامی به جای از اینکه بسیار زیاد تلاش کنه که مشروعیت داخلی را به وجود بیاره، کوشش میکنه که مشروعیت بین‌المللی را شکل بده. همین حکومتی که 20 سال در افغانستان بود مشروعیت کامل بین المللی داشت، مگر در وقتی که سقوط میکرد 1% مردم بغیر از او کسایی که تکنوکرات بودن، بغیر از کسایی که پول بسیار گزاف میگرفتن، معاشات بسیار گزاف میگرفتن، از این حکومت حمایت نکردن. حکومت های باثبات، حکومت هایی که سر قلب مردم حکومت میکنه و با مشروعیت داخلی بسیار زیاد اهمیت میدن که مردم باید ازشان راضی باشه، مردم باید حاکم را بشناسه و گپ ما هم هست. درست. که باید حاکمیت که شکل میگیره مشروعیت داشته باشه. مسئله دو مشروعیت بین‌المللی است. برای امارت اسلامی فعلا لازم نیست که اینقدر تلاش که مشروعیت بین‌المللی میکنه اینقدر تلاش بکنه. لازم نیست. چرا لازم نیست؟ چون تا هنوز مشروعیت داخلی واضح نشده. مشروعیت داخلی که واضح شد بعد از مشروعیت بین‌المللی شکل میگیره. دنیا چه وقت حکومت به رسمیت میشناسه؟ یک حکومت وقتی به رسمیت میشناسه که قانون اساسیش و قوانین فرعی دیگه‌ش نحوه رابطه حکومت با حکومت‌های دیگر را تعریف کرده باشه. فعلا ما در سطح قوانین از امارت اسلامی چیزی نداریم که یک قانون واضح وجود داشته باشه که همین رابطه امارت اسلامی را با دنیای دیگر تعبیر و تعریف کنه. از نظر اسلامی وقتی یک حکومت اسلامی می باشه رابطه‌اش با دنیای دیگر بر اساس پیشبرد دعوت است، یعنی باید اسلام اونجا برسانه. اما شکلی که مثلا آمریکا و کشور دیگر رابطه برقرار میکنه، مهمتر چیزی که در نظر میگیره منفعتش است و دموکراسیش است.
بله. یک حکومت اسلامی وقتی که با یک کشور دیگه رابطه برقرار میکنه، مهمترین مسئله حکومت اسلامی را میگه، مهمترین مسئله ای است که اسلام دوید دنیا پخش نشه و روابط خارجی بر اساس اسلام شکل بگیره. در صورتی که شکل نگیره درست نیست. اینا دو تا بنبست کلام مشخص نیست اینها. تانوس واضح نیست دیگه. خب من باید واقعیت قبول کنه. دو تا مشکل کلان است. اگر امارت اسلامی فعلا او تقاضایی که دنیا است، دنیا خو یک گپ کلان است، می کشورایی که زی دخل هستند در افغانستان، چون حدیثی که اصطلاح را گفتن دنیا یک منطقه بسیار کلان است که بعضیش نمیفهمن که در افغانستان چی جریان داره، همین آمریکا و اروپا و همین کشورای همسایه. اگر بپردازه به ای که کشورای همسایه چی میخواه، اروپا و آمریکا چی میخواه، و تا وقتی که ارزش های سکولار حاکم نشه، تا وقتی که مسئله حقوق بشری که خودشان میخواه حاکم نشه، تا وقتی که جامعه مدنی که مظهر سکولاریسم است و مظهر دموکراسی رو در یک جامعه نباشه و را قبول نمیکنه. در این طرف داعی اسلام خواهی است و نظامی های امارت اسلامی هستند که از ویا هم گذشته نمیتونن. پس در روابط با دنیا این دو تا مشکل اساسی وجود داره که امارت اسلامی قبول کردن نمیتونه ارزش های غربی را و نباید هم قبول کنه. و در عین حال این طرف نظامی ها و مخلصینه که به نام اسلام اینجا مبارزه کردن یا اجازه نمیتن که یک قدر تنازل بسیار زیاد در روابط با اجازه بتن برمیگردن به شما. آقای ایدرزای، دو مسئله بسیار مهم را آقای حضرتی اشاره کرد. حالا چطور میشه که حداقل ما 6 ماه شد که حاکمیت جدید در افغانستان رقم خورده، تا هنوز تعامل رسمی هم شکل نگرفته میان افغانستان و جامعه جهانی، در همین شرایط چطور میشه از همین بحران عبور کرد و حداقل هم در داخل و هم در بیرون قناعت های فراهم شد و راه برای آهست آهست راه باز شد برای ازی که حداقل افغانستان بیرون شد از این انزوا؟ ببینین، صحبت هایی را که دوست عزیز ما مطرح کرد خیلی دقیق و خیلی گرفته شده از متن جامعه است، ولی یک مقدار واقعیت های هم وجود داره که نمیتوانیم از او چشم پوشی بکنیم. من. در یک بحث آرمانی الحمدلله کل ما مسلمان هستیم و کل ما به معتقدات که داریم، ارزش های اسلامی ما پابند هستیم و در یک ایده آرمانی همیشه تلاش از ایره داریم که دین ما وسعت پیدا بکنه و ای کاش افغانستان در مرحله می بود یا مستر خدمت بر اسلام در حد شوه که بتونه دایه دعوت را در سطح جهان مطرح بکنه. و این باز برمیگرده به نوع نظام. شما ببینید دوست عزیز ما خیلی صحبت های مشخص را مطرح کرد، ولی در بعض نقاط تناقض وجود داره. بله. اولشی که اگر ما سیاست خارجی افغانستان به عنوان کشور اسلامی که دایه دعوت بر اسلام با پیش ببره، در واقع این نوع از نظام خلافت در خود می پرورانه و بازتاب می ده بر جهانیان که ما پیرو فکر خلافت در سطح جهان هستم. باز او به این معنی است که خلافت خودش امور رقمی که شما در جریان هستین و مستظهر هستین، بحث خلافت بحث مرز را نمیشناسه. ما به عنوان یک کشور که دعوت را اساس سیاست خارجی خود قرار بتیم، در واقع نفی میکنیم مرزهای تعیین شده کشور را که باز یک بحث اساسی در مطالعات و معارف سیاسی و بین المللی هست از قبیل بحث دولت ملت. میفهمی در کل به عنوان ارزش های غربی هست، ولی متاسفانه امروز جهان و تعامل در سطح جهان به اساس امی اصول و طرز العمل هایی که در سطح جهانی پذیرفته شده، تعاملات در سطح بین الملل صورت می گیرد. بنان ای در واقع از طرف دیگر در تناقض با امو تعهدنامه یا امو تفاهم نامه که در دوحه صورت گرفت واقع میشه. به این معنی که در وجه امارت اسلامی تعهد کرده که از خاک افغانستان هیچ نوع تهدیدی برای هیچ کس، چی امنیتی چی تشویش های مختلف دیگی که وجود میتونه داشته باشه از داخل خاک افغانستان متوجه هیچ کشور منطقه و جهان که به شکل بالقوه بتونه سلامت و امنیت و امور یک کشور تهدید بکنه، افغانستان به عنوان اوتی کشور مطرح نخواهد بود. از طرف دیگه بحث اقتصادی را داریم. به این معنی وقتی که میگیم که افغانستان مستلزم یا مکلفیت از این را نداره که جهان قانع بسازه، در واقع ما در یک شرایط خیلی سخت بحرانی از لحاظ اقتصادی قرار داریم که خود منابع داخلی ما
او قدر توانایی را نداره که تمام ابعاد گسترده مصارفات داخلی ما را بتانه تأمین بکنه. بنان در حکومت های گذشته ما دیدیم، میفهم که در بحث مبارزه با فساد در این حکومت خیلی شاید کار صورت گرفته باشه، اما ارقامی که از بنادر و از گمرکات ما داریم حتی 100 و چند فیصد افزایش را در یک روز نشان میده. مثلا تورغندی، امیر قمیرتان، سپین بولدک، تورخم و نقاط مرزی دیگی که ما در افغانستان داریم. بنان حکومت گذشته هم اگر ما متوجه باشیم بیشتر از نصف یا 50% بیشتر در بحث بودجه انکشافی متکی به کمک های بین المللی بود. بله، اگر از بس ظاهرا بیرونم نشیم، خب آقای حضرتی میگه که خب با چالش های روبرو امارت اسلامی، مخصوصا همین که ما هنوز تعریف نشده سیاست خارجی ما، خب بس این است که در میان دو بس گیر ماندیم. از یک طرف ما بر حالش میگم که باید بر مبنای آنچه اسلام میگه سیاست خارجی خود را تعریف بکنیم، اگر تعریف بکنیم هم اسلام چون این چیزی را گفته که آقای حضرتی گفت، و اگر بر مبنای خواسته های کشورهای غربی سیاست خارجی تهیه شود ظاهرا شاید واکنش های داخلی در درون امارت اسلامی را هم به همراه داشته باشه، و بحث های مرتبطی که در داخل افغانستان وجود داره، بحث این که چگونه میشه مشروعیت داخلی را کسب کرد. در همین فرصت خیلی مشخص پرسش ممی است که چطور میشه که از ضیاع وقت جلوگیری کرد و به هر حال سر و سامان داد به نوع حکومتداری و یک راه میانه را انتخاب کرد تا اینکه سر و صدا ها پایین شود، و از طرف دیگه هم خونسا بسازیم خواست های کشورهایی که ظاهرا مغرض هستند و اینا به هر حال آنچه آقای حضرتی گفت به دنبال این هستند که به هر حالش آنچه بنیه های یک دموکراسی یا خواست های غربی است را میخواهد احیا بکنه یک بار دیگه در افغانستان. ببینید خیلی مشخص برای از اینکه افغانستان در یک مرحله قرار داره که دولت سازی به عنوان یک پروسه شکل بگیره و افغانستان به عنوان یک جزی از جامعه بین المللی بتانه ای را نشان به توجه جهانیان که ما قادر هستیم که محاکمیت در سطح قلمرو خود اعمال بکنیم، امور خمی که دوستان مطرح کرد در دن بحث مشروعیت داخلی است. راهکارهایشان خیلی مشخص و خیلی با فصاحتش آقای حضرتی بیان کردن. حداقل درک بگیره اگر امارت اسلامی داره، فکر کنم که زیای وقت دیگه باید ازش جلوگیری صورت بگیره، یعنی روی ازی که آیا بیعت رای حل است، آیا لوی جرگه رای حل است و آیا انتخابات. اگر انتخابات مردود هست و بحث بیعت برای دیگه قابل پذیرش نیست، فکر کنم رای میانه همی بحث انتخابات است. ما گفتم یک بحث آرمانی به عنوان یک مسلمان وجود داره و یک بحث واقعات عینی است که حاکم است در اجتماع ما شما و چگونه بتونیم از اونها از این مشکلات ما براییم و به عنوان یک جامعه مرفع مطرح شیم. فکر کنم یک اصطلاح یا مقوله یا حدیث است در واقع، خیر امور اوسطها، یعنی فکر کنم یک رای میانگین اینمی بحث جرگه هست که تا حد نماینده های مردم حد اقل بیان تا یک شکل یک شکلات کلی حکومت و نوع نظام مشخص شود. به نظر ما این کار باید خیلی خیلی زود صورت بگیره و از طرف دیگه تشویش های عمده که جهان داره بحث حقوق بشر، من پیشتر هم عرض کردم که حقوق بشر در تناقض با معارف اسلامی نیست و با استفاده از متون اسلامی باید تأمین حقوق بشر هست. که در واقع حقوق بشر و مندرجات حقوق بشر و کنونسیون خودش خیلی سالها بعد از ارشادات دینی، 1400 سال پیش برای ما شما اسلام حقوق بشر به معرفی میگیره. بنان در روشنایی اسلام باید حقوق بشر ما قسم جوابگویی بکنیم که دیگه برای سوال جای باقی نمانه، و از طرف دیگر اگر بحث مشارکت مطرح است، فکر کنم لوی جرگه به این عنوان یک ابتدایی ترین راه میتونه پیش برده شود، و از طرف دیگر بحث میخانیکی کار و بحث سیاسی از هم جدا شود. به این معنا که اگر در رهبری امو کسایی که قربانی دادن و میگن که امروز مستحق هستند که در رأس در ادارات در از آدرس حکومت امارات اسلامی واقع شوند، حداقل در رده‌های پایین در رده‌های اجرایی باید حداقل کادرها مثلا به کار گماشته شوند تا حداقل به شکل ابتداییش هم مشارکت اداری، اگر سیاسی صورت نمیتونه بگیره حداقل مشارکت اداری خو وجود داشته باشه که تضمین کننده توزیع قدرت. امروز هم که دوست ما مطرح کرد
صورت میگیره. سپاسگزار شما. ممنون آقای نوزاد. خب با فشارهای زیاد روبروش امارات اسلامی، از یک طرف خب بحث اقتصادی هم نگران کنه، دست از طرف دیگه هم ظاهرا گفته میشه توطئه های هم بر راه هستن، چه مثلا در گزارش شورای امنیت سازمان ملل مطرح شد که خب بر حالش متهم میکنه امارات اسلامی را به آنچه که در توافقنامه دوحه شده بود که خلاف از او قدم برداشته پس از حاکمیت، ولی در همی شرایط نسخه های هم داده میشه. شما صحبت های آقای توم ویست نماینده ویژه امریکا را اخیرا شنیده باشین، حتی میگه برین به لوی جرگه مراجعه بکنین، مشخص بکنین مشروعیت داخلی تان را. از طرف دیگه هم خب جامعه جهانی هر کشوری که صحبت میکنه، بس حکومت فراگیر هرچند که کلیشه‌ای هم شده بارها مطرح میکنه چون این چیزی را. خب در امی شرایطی که ما قرار داریم و با توجه به وضعیتی که ما داریم، با همین سازوکاری که داره حکومت به پیش میره، فکر میکنین ما را برسانه به نتیجه مطلوب یا نه باید برخی از چیزهایی که نیاز است باید اینا آشکار شه، مخصوصا در بحث سیاست داخلی و اینکه چه نوع حکومتی داره اعمال میشه بر مبنای چه قانونی؟ خب بدون شک مأخذش بس اسلام است و قرآن و احادیث، ولی اینا باید مکتوب شوه. در قدم اول باید گفت که با این کارشیوه که فعلا وجود داره ما به جای نمی رسیم. بعد از خروج قوات های خارجی از افغانستان، بازی بازیگرا قواعدش تغییر خورده، قواعد بازی شکل دیگر بر خود گرفته. بله، پیش از یک با یک قاعده بازی میکنند، امروز با دیگر قاعده بازی میکنند، هم کشورهایی که در اینجا وجود داشتن هم کشورهایی که دور نظارت میکردند، یعنی همتای آمریکا و چین و روسیه و همسالهم. هم آل میخواهد جامعه جهانی از راه دور از طریق کشورهای دیگه به منابع و منافع خود در قلم رو دسترسی پیدا بکنه. چنانچه امریکا سخت در تلاشی گپ هستند که از طریق یکی از کشورهای اسلامی بتانند اما هنگ کنند روابط خود با امارات اسلامی، دسترسی پیدا کنند به منابع و منافع. قطر هم این شکل، یا قطر یا عربستان سعودی یا امارات، هر کشوری او مربوط میشه به خودشون کدامش انتخاب میکنن. درست. و ناگزیر هم هستن که زمینه را مسئول کنن. چرا؟ به خاطر اینکه سرمایه شیخ نشینای عرب در بانک های غرب است. اگر همی امکانات برای امریکا نته، مثل که سرمایه ما را مسدود کرد، از او را مسدود میکنن، در اختیار از او هستن و مستقل نیستن. خب بحث دیگه ای است که در سطح جهان امروز اجماع وجود نداره در رابطه با بورانایی که دسته جان وجود داره. هر که دید خود داره، هر که تعریف خود داره، هم از بوران، هم از انجار، هم از حکومت ها. خب باور ما است که سیستم های حقوقی جان معاصر پاسخگو فعلا نیستن، در حال افول هستن. اگر سیستم رومن جرمن است، کومن لاست یا اسلام است، شما سگ دست اسلام اردوغان یک شکل میخواه جهان مدیریت شود در چوکات فقه حنفی مطابق اما افکار و اندیشه و طرز دید ترکیه عثمانی. عربستان سعودی به شکل وهابی چوکات فقه حنفی میخواه مدیریت کنه جهان اسلامه، به هیچ عجم اجازه نمیده که امارت تشکیل بکنه یا خلافت تشکیل بکنه. هر قدری که ما بگوییم ما خلیفه هستیم، ولی اجازه نمیده. اگر میداد چرا اسامه رو روان کرد در افغانستان در زمان مجاهدین؟ عرب خود روان کرد؟ عالی هم نمیخواه، اجازه نمیده عربستان؟ این شکل ایران شما سعی کنین در چوکات فقه جعفریه میخواد که موافقار پان اسلامیستی خمینی را در سطح جهان گسترش بده، بگو ما انقلاب کردیم. او دیگه قسم ببینید در چوکات خود نظام اسلام اجماع برای مدیریت جهان اسلام وجود ندارد. خب وقتی که نیسته بنان، ما نمیتونیم که الگو بگیریم از کدام کشوری، چه کشور مربوط به زیر چتر کومن لا باشه، لومن جرمن باشه یا امارات اسلامی. هم میگم الگو برداری نمیکنیم. الگو برداری کردن نمیتونیم. وقتی که الگو برداری کردن نمیتونیم، با توجه به ویژگی‌های جامعه خود ما که ما چگونه یک جامعه سنتی داریم، چگونه یک جامعه هستیم، چگونه بافت اجتماعی داره، وجود تنوع افکار است، تنوع اقوام است، تنوع فرهنگ وجود داره، بله، تنوع زبان وجود داره، ما چگونه میتونیم یک مخرج بی‌کس را پیدا کنیم در اینجا که او بتونه هم قناعت مردم افغانستان حاصل کنه که ما با مردم خود زندگی کنیم، هم با همسایه‌ها، هم با جان. این باید ما پیدا کنیم. متأسفانه تا 6 ماه این کار صورت نگرفت. ما نتونستیم که واقعا سیاست داخلی خود بر اساس ویژگی‌های جامعه خود تنظیم کنیم، ترتیب کنیم که واقعا ما اراده مردم را بازتاب بتیم. خب مشروعیت مردم بتانیم آقای نوزاد، وقت نتانیم مجبور نمیشیم تن بتیم به این خواست ها. وقتی حداقل در پیش خود ما بیاد ما چیزی برای گفتن نداشته باشیم، برای برنامه ریزی نداشته باشیم و آنچه که اقدام میکنیم بر مبنای واقعیت ها افغانستان و خواست مردم نباشه، فکر نمیکنین اونها باز عملی شه و خواست هایی که مطرح میشه آیست آیسته؟ ببینین آقای امانی، ما در 270 سال مداخله گر نبودیم، مداخله پذیر بودیم.
در طول 270 سال کشور ما مداخلگر نبوده، به هیچ کشور ما لشکر کشی نکردیم، به هیچ کشور ما چیزی را الگو نشدیم، صادر نکردیم، ولی مداخله پذیر بودیم. چرا؟ به خاطر از اینکه نظامای ما وابسته غیر بود، نظامای ما نظامایی بوده که حکام افتراق اجتماعی سیاسی را دامن زد، نگذاشتن که ملت دولت ساخته شود. ما خورده ملت ها هستیم در اینجا. وقتی که ملت دولت نباشه، تمامیت خواهی باشه، انحصارگری باشه، حکومت ها هم در طول تاریخ وابسته به غیر باشن، روشن پس که هر حکومت تحت حمایه وابسته وقتی که قصرش دست باید پس بشه درمانده میشه. ما در طول تاریخ در مرحله مختلف تاریخی درماندگی تیر کردیم. خب در این شرایط باید درس گرفت از روی این ملحوظ این باعثی گپ شد که هر کس مداخله کنه، هر کس دهی دیگ به سر پوچ چمچه بزنه. بنان ما باید دست به کار شیم، لااقل وقتی که ما خود شناسی نکنیم، خود نشناسیم، حول خود نشناسیم. اگر ما بگوییم که تا عدد 270 سال گفتیم من قومی گفتیم، نظام را تقسیم کردیم به شاز قومی که این نظام این از این قوم باشه، از این قوم باشه، فاسدترین انسان آوردیم، جابرترین انسان آوردیم، وابسته‌ترین انسان آوردیم، از تاجک، پشتون، ازبک، هزاره که به درد ما نخورد، جفا به سر داشت ما کرد، تقسیم کردیم، این به درد ما نخورد. بین که ما قدرت توزیع کنیم، همین منابع را توزیع کنیم، توزیع عادلانه کنیم، به خاطر پرداختن به علی عادلانه ملی که ما بتانیم خود ما کار را انجام بدیم که بتانه اول گوشه بب بده بگره. ما میخواییم به چند موردی که آقای عزتی مطرح کردن، بله، سه تا فرمولی که مطرح کردن به خاطر از اینکه ما بتانیم از این منجلاب بیرون براییم، مسئله لوی جیرگه را مطرح کردن. در قرن 21 ما زندگی میکنیم، ما به لوی جیرگه با چون عنانه یک قوم است ما احترام دارم و ارزش است برای ما، ولی در طول 270 سال لوی جیرگه فقط و فقط تونسته که نظام ها را رنگ مالی بکنه، به درد ما نخورده. لوی جیرگه اثرات مثبت داشته که لااقل ما را به طرف ملت سازی دولت سازی برده باشه. این در شرایط کنی لوی جیرگه حلال مشکل افغانستان نیست. و مسئله انتخابات ما تجربه کردیم، بستر به انتخابات وجود نداشته و نوز نیسته، به انتخابات هم بستر فعلا نیسته. مسئله بیعت، زمان میشه بیعت که پیشتر ما گفتم در مدیریت جهان اسلام اجماع وجود نداره، چگونه میشه بیعت کرد؟ میشه که اینجا وقتی که ما امیرالمومنین میگوییم، امیر به این که امر امیرالمومنین قابل تعمیل دست از سر جان باید باشه. آیا کشوری که دیروز میزبان بود قطر امر امیرالمومنین را قبول میکنه؟ عربستان قبول میکنه؟ پاکستان قبول میکنه؟ اگر چنین چیزی هست چرا به رسمیت نمیشناسن؟ اگر قبول دارن بفرمایند اول میاب پیش قبولشان به رسمیت بشناسن. وقتی که اینا به رسمیت نمیشناسن به این معنی که قبول هم نمیکنن امر. پس مسئله بیعت بستگی به این گپ داره که چقدر ما میتونیم این افکار ما جهان شمول باشه. آیا کنفدریشن اسلامی ایجاد شده؟ این پیش از وقت است. و در عین زمان چقدر ما توانستیم که طرحی را مدون بکنیم که بستر به بیعت ایجاد شود، طرحی که مقتضیات همه اقوام اعضاب جریانات نخبگان متخصصین باست آمده باشه و متخصص هم باید بکنه، اعضاب هم باید بکنه، اشعال هم باید بکنه، اون رو متنظیم کنیم. پس را نداریم این سی رایی که شما میگین مساعد نیست زمینه برش؟ فعلا به میار سیش بستر وجود نداره. پس چی کنیم باید؟ رای حلمیست که ما یک مرحله گذاره سپری بکنیم، در مرحله گذار بستر ایجاد شده یا به انتخابات. این مرحله گذار چی گونه باید باشه؟ بله؟ کی باید باشه در این مرحله گذار؟ در مرحله گذار حکومت اما شمول معنادار در یک مرحله گذار به وجود بیاد، چند تا کار اساسی را انجام بده. یک، اجماع ملی سیاسی را برای اینکه چه نوع نظام ما انتخاب بکنیم در وجه بستر شود. نه بستان از حکومت گذار به این معناست که کی باشه باید؟ حداقل خب حالا امارت اسلامی در حکومت هست یا حاکمیت در اختیارشان هست، یک جریان حاکمیت را در کنترل داره و جریان های دیگر در حکومت گذار همه اینها یک جای باشه. میگن موقتی، میگن همین، میگن سرپرست، میگن این می حکومت گذار است، همین حکومت موقت است، همین حکومت است که برای زمانش باید قید شوه که برای یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه لایحه وظایفش مشخص شوه. ما این طرح را داشتیم و داریم، لایحه وظایف مشخص شده که همی حکومت سرپرست، همی حکومت گذار کدام کارا را انجام بده، کدام کارا را در عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی انجام بده، چگونه بستر ایجاد بکنه به انتخاباتی که ما از طریق انتخابات یا بستر ایجاد کنه به مبایتی که ما یک برنامه مدون داشته باشیم، ما تنظیم و ترتیب باید بکنیم به شکل یا به جای انتخابات اجالتا ایجاب میکنه که یک حکومت از طریق اجماع ملی سیاسی، درست، اجماع ملی سیاسی بتونه رای اعتماد بگیره، بعد لایحه وظایف خود انجام بده. این حکومت همین شکل بده، اما به این شکل نیست که در تصمیم گیری یک
تنظیم باید باشه یا یک قوم باید باشه. تشکر میکنم. در تصمیم گیری باید متخصصین باید باشه که مربوط به تمام نخبگان افغانستان. سپاسگزار شما ممنون. آقای حضرتی، آقای نهضت میگه که برحال شک مرحله گذار باید شکل بگیره تا اینکه مشتی ملی به وجود بیاید و هم همه آنچه به عنوان یک نظام سیاسی برای افغانستان تعریف میشه در آینده بپذیره. و از طرف دیگه هم خب امارات اسلامی خوشبین این است که ما نزدیک شدیم برای مشروعیت جهانی. اگر این کارها نشه و پالیسی ها هم مناسب نشه، قانون اساسی هم مشخص نباشه، زمان حکومت سرپرست هم مشخص نباشه، راه حل میتونه باشه یا حداقل ما رو میتونه از این بحران بیرون بکشه مشروعیت جهانی؟ شما در سوالتون دو تا مسئله را مطرح کردین، یکی مشروعیت جهانی و یکی یک نظام چگونه ساخته میشه. میپردازم به قسمت از اینکه یک نظام چگونه ساخته میشه. شما در کل دنیا ببینید نظام ها که ساخته میشن بر اساس عقاید و ارزش های ساخته میشن که مردم او جامعه یا مردم او سرزمین به او باور دارن. بله. امروز در آمریکا نظام سکولاریسم است یا نظام دموکراتیک است، مثلا در روسیه هم رقم است، مثلا در چین هم رقم است، گرچه در چین یک ذره جبر وجود داره برای ساختن نظام. یعنی اکثر کشورهایی که ثبات سیاسی دارن، یکی از دلایل اساسی ثباتشانی است که حکومتداری، سیاست داخلی و سیاست خارجی بر مبنای ارزش‌ها، مفکورها و عقاید است که مردم به او باورمند است. اکثریت از مردم به او باورمند است و او را خوش داره و در مواقعی که نیاز باشه حتی آماده هستند که جان خود از او حکومت به خاطر او حکومت قربانی بکنند. مگر متاسفانه در طول 20 سال که در افغانستان حکومت جمهوریت شکل گرفت، شما می رفتین پرسان میکنین که چقدر مردم افغانستان حکومت جمهوریت یا دموکراتیک قبول داشت، یا حکومتی که اساس سکولاریسم باشه و تنظیمات مردم، تنظیمات امور مردم یا سیاست مردم بر اساس مفکوره سکولاریسم باشه. ما فکر نمیکنیم که بغیر از اون 5% که تکنوکرات بودن، در غرب تحصیل کرده بودن و به شکل فراشوتی آورده شده بودن در اینجا، دیگه مردم این نظام قبول داشته باشه. به این سری بعضی واقعیت ها، اما شکلی که سری واقعیت ها تاکید میشه، یکی از واقعیت های مسلمی است که مردم مسلمان هست، هیچ کسی را انکار کرده نمیتونه. تو سر یک مردم مسلمان اگر میخوای یک نظام را بسازی که ثبات داشته باشه، باید اون نظام بر اساس اسلام شکل بگیره. درست. نه یک مسئله آرمانی است، نه یک مسئله تخیلی است، اما شکلی که برای حکومت های قرون وسطایی آمدن نظام سکولاریستی یک چیز آرمانی بود که قبول نمیکردن، امروز دموکراسی در غرب یک چیز آرمانی نیست. از عمر دموکراسی صدها سال میشه که به شکل بسیار نرمالش اونجا امور مردم را تنظیم میکنه و سیاست میکنه. چرا؟ چون مردمش دموکراسی را قبول داره و در قصه مذهب و دین نیستن. درست. اما مسئله افغانستان فرق میکنه. صحیح است که نظم بین المللی وجود داره، مگر ما یا بین ما مسلمان ها در داخل نظم بین المللی ذوب شویم، هویت خود از دست بدیم، اساسات خود از دست بدیم و نظامی که بر ما الله متعال روان کرده فراموش کنیم، ما در روز قیامت پیش خدا چی جواب میدیم؟ به عنوان مسلمان این بحث آرمانی نیست، یک واقعیت مسلم است. اگر بر مبنای آنچه اسلام گفته فکر نمیکنیم، حالا ببینیم. پیش نمیریم ما. یک بحث اسلام است، یک بحث امارت اسلامی است. درست. و بحثی چیزایی گفت که در دنیا نظام هایی است که مثلا در ترکیه وجود داره، در عربستان سعودی وجود داره، یا هم در ایران وجود داره. یا مردم های مسلمان هستن، درست است، مگر نظام از یا اسلامی نیست که برای ما مدل باشه. درست است، چون اسلام اساسات داره. وقتی که شما سر یک نظام سیاسی قضاوت میکنید، مراجعه کنید به اساساتش. یعنی هیچ کشور اسلامی نظام اسلامی نداره در دنیا به غیر از امارت اسلامی که فعلا تلاش میکنه، در دنیا دیگه نظام سیاسی اسلامی وجود نداره که اسلامی باشه. شما مثلا خب وقتی که شما بخواید موشگافی کنین به جزئیات و مسئله برین، یک بحث تخصصی است که درست. از حوصله از این بحث بیرون است که ما بریم بپردازیم عناصری که یک نظام اسلامی ساخته میشه و کدام هاست و مؤلفه ها کدام هاستن. آیا در عربستان سعودی وجود داره؟ آیا در ایران وجود داره؟ آیا در ترکیه وجود داره؟ قطعا که یک قسمتی از مسائل فردی ممکن وجود داشته باشه، مگر اسلام یک بسته مکمل است. شما نمیشه موارد از اسلام را بگیرین که او را نظم بین‌الملل قبول بکنه، او را آمریکا قبول بکنه، او را غرب قبول بکنه، با اساس از با تو تعامل بکنه و قسمت از اسلام را بگیری. آیا مال غرب مشکل نداره که تو در افغانستان هزارها مسجد بسازی؟ خود آیکن بیدی یک وقت سفیر آمریکا در افغانستان بود، در محوطه سفارت یک مسجد ساخته بود. هیچ کدام مشکل نداره، چون از نظر سکولاریسم و به این بارمند است که یک نفر میتونه غریزه تدین داشته باشه و اساس عبادت کنه. اگر تو وقت اسلام آوردی در مسائل سیاسی،
وقتی اسلام آورده در مسئله اقتصادی، وقتی اسلام آورده در روابط جامعه با ملت‌های دیگه، در صورت بودم رایت قبول نمی‌کنه. بسیار خوب. پس آقا قبول نمی‌کنه کار خودشون است. وقتی باورتون هم هست که به هر حالش امارات اسلامی در همین مسیر در حرکت است که یک نظام واقعی اسلامی را رقم بزنه، فکر نمی‌کنین اون چی آقای نهضت گفت اینجا انحصار صورت گرفته، یک گروه خاصی مثلا حاکمیت را در کنترل داره، یک شمردگان آزاد گرفته شده، و چرا وقتی ما مسلمان هستیم آقای حضرتی فرار میکنه مردم از زیر سایه این نظام اسلامی واقعی؟ به دلیل از اینکه مردم ما بر اساس اسلام تربیت نکردیم. در موقعی که یک مشکل میه، یک مسلمان هیچ وقت به دامن غرب و آمریکا و تیاری یک کشور محارب و یک کشور اشغالگر در اونجا خود آویزان نمیکنه که اونجا بره به آمریکا. درست از مردمی که به آمریکا میرن، خب بدلی که اینجا مشکلات وجود داره، اونجا یک بحث دیگه است که نیاز است که آدم مسائل مختلف از نظر اقتصادی و اجتماعی ببینه. در طول 20 سال سبک زندگی ما و استایل زندگی ما قسمی شد که ما اساسا مادی تربیت شدیم، در مشکلات صبر کرده نمیتونیم. درست است؟ عمل شما ببینید، مشکل اقتصادی افغانستان، وضعیت فعلی که در افغانستان حاکم است، دمی 4 5 سال یا دمی 6 ماه، دمی 6 ماهی که امارات اسلامی اومده وضعیت شکل گرفته، ما از نظر فقر یک پیشینه بسیار طولانی داریم. در زمان حکومت مجاهدین مردم وضعیتش خیلی بدتر از زمان امارات اسلامی بود، خیلی بدتر بود. بله، سوال اینجاست آقای حضرت، شما صحبتایی رو که میکنین، چی چیزی در مدت شش ماه شما را قدر مطمئن ساخته که به هر حالش نظام واقعی اسلامی شکل گرفته؟ من نگفتم شکل گرفته. ببینین شما در مسیر شما جدا کنین بحث است. بله، بان اینکه من سرگپای خودم در نهایت قضاوت کنم، ببینین دا قضاوت کنم، ما یک جامعه هستیم که باید به طرف اسلامی شدن بریم. این حق ماست، بدلی که ما با خدا تعهد کردیم. درست است؟ بله. اما شکلی که ما در عبادت مکلف هستیم که اسلام رعایت کنم، چرا در سیاست و اقتصاد و در روابط ما کشورهای دیگه رعایت نکنم؟ ما در عبادت مسلمان باشم، وضوع خدا بر اساس اسلام بکنم، مگر در روابط با کشورهای دیگه سکولار باشم، کافر باشم، از دایره اسلام خارج شوم؟ این خو یک گپ صحیح نیست. صحیح است که امروز فضای مناسب و ذهنیت مناسب در دنیا برای حکومت اسلامی وجود نداره، حتی مخالفین داخلی داره، مردم قبول نمیکنن، اما این به این معنی نیست که حکومت نباید بیاد. شما ببینین، اما آمریکایی‌ها در افغانستان بودن، بیچاره دکتر سیف عبدالله کل ریشش و موش در انتخابات سفید شد، هیچ وقت به قدرت نرسید. چرا؟ چون یک آدم مجاهد بود، سرش اعتماد نمیشد، و حلقات مجاهدینی که در قدرت بودن در سال 2002 2003 تا 2005 6 آهسته از دامنه قدرت رفتن، و زمینه برابر شد برای آدم مثل اشرف غنی، برای آدم مثل رئیس بانک اجمل احمدی، برای آدمی که اصلا به زبان مردم گپ زدن نمیتونست و با مردم آشنایی نداشت، آمد آیسته استا او گزینه ها جاگزین مجاهدین شد که در افغانستان میخواستن در قدرت باشن. آمریکا به زودی اعتماد نمیکنه، اروپا به زودی اعتماد نمیکنه، همون شکلی که سر مجاهدین اعتماد نکرد، آیسته است یک قسمت چه ترور کرد، یک قسمت چه از قدرت بیرون کرد، سر امارت اسلامی اعتماد نمیکنه، وزودی اعتماد نمیکنه. واخو امرای غرب هم جنگ نکرده بودن، مجاهدین افغانستان قطع غرب جنگ نکرده بود، قطع روسیه جنگ کرده بود. خیلی تشکر میکنم. من شما اجازه بتن آقای حیدرزای، اگر جنبندی بکنیم با شما بحث را، اگر نادیده بگیرم امارت اسلامی دیگرانی را که خب حالا به عنوان جریان های سیاسی هستن ولی در حکومت نیست، و بگویا که اینمی حکومت با می ساز و کار حکومت داری، خب به هر حالش راههایی را مساعد بکنه برای از اینکه مردم به هر حال یا بیعت بکنه یا در انتخابات سهم بگیره، فکر نمیکنید تکرار یک اشتباهی باشه که در گذشته هم چنین شده و ما را به هر حالش بعد از چند سال ببره به سوی فروپاشی اجتماعی؟ ببینید، یک چیزی که مرا امیدوار میکنه این است که نوع بروندهی پیامی که از آدرس مقامات امارت اسلامی هست خیلی امیدوار کننده است. اولش امی بحث حکومت سرپرست، اینا ادعا نکردم که ما دائمی هستیم. ما میخواییم به ابعاد مثبت یا بیشتر با یک نگرش مثبت به قضیه نگاه بکنیم. اگر بخواییم که موشکافی بکنیم و منفی بافی بکنیم و منفی گرایی بکنیم، تا این برنامه و برنامه های مثل ازی میتونه از حوصله این بحث ما شما هم بیرون خواهد شد. ولی بحث اساسی ای است که اونا تشریح بکنن امین نوع نظام را که در نظر دارن. امین چیزی را که دوست محترم ما مطرح میکنه خیلی نقاط مشخص است. آیا امی آدرس و موقف مشخص از آدرس حکومت امارت اسلامی هست؟ آیا کسی هست در داخل حکومت امارت اسلامی که همین نقاط به عنوان خطوط اساسی سیاست داخلی و خارجی حکومت امارت اسلامی ایره به عنوان یک
واحد برنو اینه میره بگیم که ما در حال زیای وقت هستیم. بنان به نظر ما از یک طرف بحران اقتصادی است. من نمیگم الحمدلله مسلمان هستیم، رزق از طرف خدا بر ما وعده شده، ولی کسایی که در رده های مختلف حکومت کار میکنن و معاش به وقت نمیگیرن، فکر کنم که از لحاظ حکومتداری ببینید یک بحث ایدئولوژیک هست که ما در اصول در با تمام صحبت هایی که دوست ما مطرح میکنم موافق هستم، و یک بحث کاربردی و اجرایی هست. به این معنا ما فعلا به عنوان افغانستان همی به عنوان یک کشوری که هست با تمام همی دارومداری که داره قبول داریم به عنوان یک کشور و نیازی که در جامعه وجود داره این را باید جدی بگیریم. اگر بحث بیعت مطرح میکنن تعریف بکنن، مثلا مردم مشارکت میخواید، بحث عفو عمومی مطرح شده به این معنی کسایی که هر کار را در گذشته انجام دادن، من خودم به عنوان یک تبعه افغانستان به عنوان یک فرد هیچگاه توقع زیر ندارم و انتظار زیر ندارم و از نظر من مردود خواهد بود اگر کسایی که با سرنوشت مردم با سرنوشت ملت بازی کردن، حداقل از نام مردم به عنوان رهبر و رهبرنما استفاده کردن و مثلا استفاده سیاسی و مادی کردن، حالا اگر فرصت از این مساید شود که امی بحث بیعت به قسم آن امی رقمی که دوست دیگی برنامه در برنامه مطرح کرد مشخص اگر تعریف شود که امی بیعت به چی نوا میخواین، شاید اینا هم از فکری که دارن چون از نمایندگی یک حزب صحبت میکنن خود عیار بسازن با اینا که چگونه بتونن بیعت بکنن تا امی توزیع قدرت به شکلی که دوست ما مطرح میکنه امی صورت بگیره. بنان فکر کنم که با استفاده از وقت تعریف شوه و نوع نظام سرش کار صورت بگیره و به عنوان یک وثیقه ملی یک قانون را مورد عمل داشته باشه. خیلی تشکر، ممنون شما آقای نهضت. خب این مسئله خیلی مهم است که مردم حمایت بکنه از مردم. ما در طول تاریخ که حکومت های نظام های شکل گرفت در افغانستان بر حالش از هم پاشیدن، حتی همین حکومت 20 ساله که با حضور چندین جریان سیاسی و با حضور کشورهای عضو ناتو و آمریکا در افغانستان بنیاد گذاشته شد و 20 سال دوام کرد، دموکراسی را هم مردم تجربه کردن، اما سرانجام وقتی بیرون شدن نیروهای آمریکایی حکومت سقوط کرد. حالا برای که حداقل اگر واقعا امارت اسلامی داره کار میکنه و ما انتظار روزهای خوب را داشته باشیم، برای اینکه این افتراق که میان ملت و دولت وجود داره برچیده شوه، چه کارهایی باید صورت بگیره که یک حکومت یا یک نظام با ثبات را بسازیم که دیگر هیچ قدرت نتونه بر حالش از هم بپاشانش؟ تشکر. اول خب ما با دید احترام دارم با دید آقای حضرتی، موافق نیستم با این گپش که 57 کشور اسلامی در جهان هستند مسلمان نیستند. اینا گفتن اونا مسلمان نیستن، حکومت هایشان را گفتن مسلمان نیست، اسلامی نیست، حکومت هایشان را گفتن مسلمان نیست، حکومت های 57 کشوری که در صدر جهان هستند. ما موافق نیستم، در جهان کشورهای اسلامی وجود دارن ولی اجماع سر مدیریت جهان اسلام ندارن، اجماع ندارن که چگونه، هر که تر دید خود داره برای مدیریت جهان اسلام دید خود داره. در این قسمت تو نظر ما همین مشخص است که در این قسمت که اجماع وجود نداره، ولی با او موافق نیستم که کشورها و حکومتاشون اسلامی نیست. هست کشورها اسلامی هم هستن که خب در اونجا طور واواکاوی بیشتر نیاز داره در از اصول بس خارج است. و دیگه ای که امارات اسلامی هم تا کنون نسبت به 57 کشور اسلامی که ما از این آدرس اگر صحبت بکنیم تا هنوز موقف گیری نکده، نگفته که اونا مدیر کشورهای 57 کشور اسلام مسلمان نیستن، اینا میگه پا نگفتین. هیچ مرجع امارات اسلامی از وزیر گرفته تا کسی که رهبری مدیریت میکنه تا سخنگویشو نگه پت تور مطرح نکردید نگفتین. میم در رابطه با پاسخ سوال شما، امارت اسلامی اگر میخواین که واقعا در اینجا بنیاد یک نظام قابل قبول به همه گذاشته شوه، با این بوران دامنه‌دار و پیچیده و استخباراتی امتی پانده شوه، باید ریشه‌یابی دقیق شوه، به افتراق اجتماعی سیاسی یا پان بتن، به سیاست وابستگی پاند بتن، واقعا مطابق به ویژگی ها و از سیاست وابستگی هدفتان چیز ملی در تفاهم با سایر نهادها، نهادهای سیاسی و نخبگان و متخصصین در راستای یک حکومت هم شمول کار آغاز بکنن، دیگه به مردم پشت نکنن. این میتونه به افتراق اجتماعی، تا زمانی که ما به افتراق اجتماعی پا نتیم از تاریخ باید درس بگیرن، تاریخ تکرار نکنن. ما در 270 سال اگر یکی پشت دیگه میاد تاریخ تکرار میکنن فایده نکنه، این سوری به ما نداشته، به هیچ قومی ما مظهر خدمت نشدیم، هیچ حزبی به حزبش خدمت نکرده، هیچ قومی به قوم خدمت نکرده. ببین که ما من
قومی نگوییم، من حزبی نگوییم، من مذهبی نگوییم، ما ملی بگوییم. با این افکار میتونیم که وطن افغانستان کشور خود آباد بکنیم، به طرف اعتلاء و خوشبختی ببریم و دیگر به طور دزگین کشورهای شرقی هم نباشیم، غربی هم نباشیم. در آخر من میخوایم بگویم که نه اسلام سیاسی به درد مردم افغانستان میخوره، نه دموکراسی کاذب. بین که ما آنچه که خواستم اساسی مردم ماست، مطابق بنمون ما برنامه ریزی کنیم. خب آقای حضرت گفتن که بس همگی خواست همگی مسلمان است، یک نظام اسلامی است خواست همه مردم افغانستان. خب روشن گفت، پس وقتی که خواست مردم، همین خواست مردم، وقتی که ما میگوییم ما چه وقت به طرف یک اجماع رفتیم، دیدگاه ها را ما استعمال کردیم و نسبت به دیدگاه ها را ما تجزیه کردیم، تحلیل کردیم و بیان کردیم. این کار تا الان صورت نگرفته که مردم چه نوع حکومت میخواین. حالا شما ببینید که قبل از سقوط نظام اشرف غنی چند کشور اجماع کردن، حتی اعلامیه صادر کردن، روسا، آمریکایا، چینایا، حتی پاکستانی که بیشتر حمایت از امارات اسلامی میکنه، همینا اعلامیه صادر کردن که ما بازگشت امارات نمیخوایم. خیلی حتی وقتی که بگفتن ببین که اگه اجماع صورت بگیره، مردم دیدگاه خود رو باستاب بده که نبی حکومت چگونه حکومت باید باشه، اگر اسلامی میخوایم چرا اسلامی باید باشه، ما میخوایم. ممنونتون، خیلی تشکر آقای حضرت. بسیار کوتاه، اگر شما هم اشاره بکنید، اگر امارات اسلامی تن بده بالاخره به فشارهایی که از سوی جامعه جهانی مطرح میشه در مورد مسائلی که خب به هر حال شما بگین که اونا هیچ وقت منافع افغانستان را نمیخواد، اون زمان حکومت فعلی افغانستان را باور به این میکنین که بتونه دوام بده و ثبات دائمی و به هر حال یک فصل جدید را برای افغانستان رقم بزنه؟ نه خیر، وقتی که امارت اسلامی اگر از ارزش‌های اسلامی تیر شود، اگر امارت اسلامی نیست، امارت اسلامی سر ارزش‌های اسلامی استوار است و استاد است و همه قدری که امروز آماده هستند از همین اساکر از اینکه بدون ما شش ماه میشه که کار میکنن، یا از خاطر اسلامی کار میکنن و تعبیر اسلام است که یا کل کار از ثواب داره، یک مجاهد تو از خاطر حفاظت یک حکومت دموکراتیک تو نمیتونی سر سرک استاد کنی، مجبور هستی که بر از اون معاش بوتی بعد از اون سر سرک استاد شد. نقطه دیگه که ما باید بگم، مسئله که گفتم میشه که یک نگاه ایدئولوژیک است، مثل که مهمان عزیز مطرح کردن، یک مسئله واقعیت های افغانستان است. شما ببینید در اسلام عزیز ما، اسلام عزیز اصلا سر زیر تاکید میکنه که هر کس برات کار کرد پیش از اینکه عرق از او خشک شود باید مزد از او پرداخته شود. حالا اگر امارت اسلامی مزد نمیپردازن، این خود یک مسئله از این نیست که این مسئله ایدئولوژیک باشه، این باید واضح شود. در اسلام تمام چیز واضح است، از پایین ترین خدمات دولتی گرفته تا بالاترینش در اسلام مشخص و واضح است. ما هیچ کمبودی نداریم در اینجا، نه یک مسئله تخیلی است، نه یک مسئله آرمانی است. شما هم نیاز به سروی ندارین، شما برید زمین مردم پرسان کنید، 100 نفر پرسان کنید، 95 نفر اسلام میخواد. سروی شده بود در زمان جمهوریت 65 تا 70 نفر محصلین پانتون کابل نظام اسلامی میخواستن. یعنی اسلام یک چیزی نیست که این نیاز به سروی داشته باشه، نیاز به این داشته باشه شما برید یک اجماع را مطرح کنید بعد از مردم بگید که ما اسلام میخواهیم. کل مردم قرائت ها بسیار مختلف است از اسلام، کشورهای زیادی به نام کشور اسلامی است. ما مکلف نیستیم که قرائت‌های کشورهای مختلف در قضیه افغانستان مراعات بکنیم. در افغانستان هم نظام جمهوری اسلامی افغانستان بود، نظام جمهوری اسلامی بود، مگر کسایی که اسلام میشناسن هیچ وقت جمهوریت و اسلام کنار هم جور نمیاد. اگر جمهوریت اسلام کنار هم جور میامد، طالبان هیچ وقت این کار را نمیکنن که برای نظام جمهوری جهاد بکنن. واضح است یکی مسئله حکومت ها بر اساس دولت ملت است، یکی بر اساس اسلام است. این اختلاف باید پایان داده شود. این اختلاف پایان پیدا نمیکنه. اختلاف یک چیزی است که در کل جامعه است، نه در آمریکا نیست. میلیون ها نفر در آمریکا، تقریبا بیش از 45% جمعیت آمریکا طرفدار ترامپ هستند و نظام شکل حکومت داری بایدن نمیخواین. از این خاطر حق ما که اسلام اینجا تطبیق شد و این رضایت خدا همی است و این ضرورت ما هست. سپاسگزار حضور مهمانان گرامی آقای نورالله حضرتی آگاه مسائل سیاسی، آقای محمد عمر نهضت رئیس حزب عما و آقای دکتر نصر احمد حیدرزی آگاه رابط بین الملل. از حضور هر سه مهمان گرامی در این بحث سپاسگزار شما بیننده های عزیز که بیننده این بحث بودید. وقتتان بخیر.